خیلی وقت بود اینجوری با هم دیگه جایی نرفته بودیم، مگه نه؟ آره پسرم، کاش خاله عایشه گلم اینجا بود. پسرم تو هم که راجع به هر چی حرف میزنی یه ربطیش به خاله عایشه گلت میدی. چیکار کنم؟ خب بابا خیلی دوستش دارم. نمیخواد، من به حد کافی دوستش دارم. اما با تو هم دیگه شوره دوست داشتن در میاری یا؟ مگه چی کار میکنم؟ وقتی یکی رو دوست داری دیگه خیلی دوستش داری. من تو زندگیم هیچ وقت چیزی رو کم دوست نداشتم، همه چی رو تا تهش خواستم. مثلا املتو خیلی دوست دارم، باید نونو محکم به مالی تای بشقاب صداش در بیاد که بفهمی دوستش داری. خیلی دوست داشته باش بابا، اما من از همه بیشتر این قلبی که تو سینمه انقدر چیز خوب و قشنگیه که هر کیو دوست داشته باشه اونو از همه بیشتر دوست داره. مثلا من از بین سینانا تو رو از همه بیشتر دوست دارم، از بین عایشه گلا هم بیشتر از همه خاطر خالتو میخوام، از بین روزا پنجشنبه رو، از بین ماهای سال نوام رو، از بین نویسنده اوزاتای، از بین شاعرها اجایهان، از بین فوتبالیست هم خب بیشتر از همه زیدان. من هر شو که دوست دارم با تمام وجودم دوست دارم، جور دیگه ای نمیشه زندگی رو تحمل کرد. پای راست خوب گوش کن، تریلی بازم از جای قبلی میاد، پلاکشم 34BE. باشه فهمیدم. خیلی دقت کنین، اگه این بارم گیر بیافتین میفهمن کار منه. چیزی نمیشه، نگران نباش. باشه، مراقب باشین. خیال تخت. دارن را میافتن. از دادا یک به دادا دو. دادا یک، دادا دو به گوشه. خودرو مورد نظر داره میاد سمتتون. حله دادا یک، دریافت شد، تمام. ای وای، چی شد؟ بیچاره شدیم رفت. مرتی که احمق زوم کرده رو عایشه گل. صدر دیم بیا تو. خوش اومدی صدر دیم. نصف شبی راجع به چی میخواستی حرف بزنی؟ بهت میگم. خب چیزی هست که من نمیدونم؟ نه چیز مهمی نیست. صدرالدین اینو برامون تله گذاشتن. یه کار فوری برام پیش اومد، باید برم. اول حرفامونو بزنیم، بعد هر جا خواستی برو صدرالدین خان. باشه حرف بزنیم. عایشه گل خانم، من تو اتاق خوابم، اگه کوچکترین اتفاقی افتاد صدام کنین. باشه. خوش اومدی. ممنون، خیلی خوشگل شدی. بفرمایید. ممنون، بیا تو.
آقا این که خالیه. یعنی چه خالیه دادا؟ با چه خالیه؟ الو، خب باشه فهمیدم. خبر محموله‌ای که پایرازینا دیشب به فناش دادن متاسفانه از اینجا به گوششون رسیده. چی داری میگه فهد؟ یعنی چی از اینجا به گوششون رسیده؟ منظور چیره که کاری یکی از ما هست؟ متاسفانه آره، خیلی ناراحت شدم. امکان نداره. داره، مگر نه صدر دین؟ مطمئنی؟ آره کاملا. تله گذاشتیم، احمقا هم گول خوردن. همه تو خوب میدونید که عاقبت این کارا چیه. به نظرم بهتره یه بار دیگه راجبش فکر کنی. گام شبره. آقا چی شد؟ من که هیچی نفهمیدم. خیلی شانس آوردیم. پس این خبر رو بهشون میداده برتی که یعوزی. غذا واقعا عالیه. ممنون، از بیرون سفارش دادم. کینتر ببخشید. الو، بگو. الو نشاط، تلهی که گذاشتی جواب داد. خائنی که دنبالش بودیم تارخ بود. آدم های پویراز به تریلی تارخ حمله کردن. خبر جالبیه، ولی مطمئن بودم کار صدرالدینه. پس منم میتونم اشتباه کنم. آره، تارخ قایمکی با پایرازینا توافق کرده بود. به سزای کارش رسوندینش؟ خیالت راحت، فرستادمش بهشت احمقا. خوبه. الو پایراز. صدرالدین خوبی؟ آره خوبم، به لطف تو. گفتم این بار دیگه دخلم اومده. رسمن از پای چوبه دار برگشتی. اما هیچی نفهمیدم. شما از کجا فهمیدین که تله است؟ دارن را میافتن. از دادا یک به دادا دو. دادا یک، دادا دو به گوشه. خودرو مورد نظر داره میاد سمتتون. حل دادا یک، دریافت شد، تمام. ای وای، چی شد؟ بیچاره شدیم رفت. میگم چی شد؟ مگه نمیبینی از یه مدل تریلی یه شرکت دوتا سفارش دادن؟ دوتا نمرتم، سه تا. آره دیگه، ولی به صدرالدین گفتم فقط یکیه. لعنتی ها، تله هست، به همون کلک زدن. ذوالفقار، ذوالفقار، جلوی این تریلی که داریم یادو نگیریم، بذاریم بره. یه پلاک دیگه میدم، اونو نگه دارین. خب باشه دادا، دریافت شد. ممنون پایراز، بازم جونمو نجات دادی. مشکلی نیست، می نویسم به حسابت، خیالت راحت. آه یه چیز دیگه، شاید چیز خیلی مهمی نباشه، اما من یه چیزی شنیدم.
چی بگو؟ این فواد داشت میگفت مرتیکه احمق زوم کرده رو عایشه گل. عایشه گل ما رو که نمیگفت. الو پایراز، باید قطع کنم. که این تا روستا پس این کارو کردیم. آدم این بیچاره میچاره رو که میبینه یه جوری میشه دیگه. گفتم ذوالفقار تو دیگه چجور آدم نمک نشستی هستی؟ خورد و خوراک تو همه چی سر جاشه، عشقت پیشته. استاد عشقت چیه دیگه؟ عشقم دیگه ملتم کارایل. خب درسته که شوهر کردی، ولی هرچی باشه مال خودمی. استاد تو خیلی آدم خوبی هستی، میدونستی؟ آره میدونستم، ولی وقتی تو بهم میگی خیلی حال میده. بریم. داداش اتکلو نمیخوای؟ به آپولو. چی کار میکنی پسر؟ خوبم داداش، تو چطوری؟ منم خوبم. این چه خوشگله. آره پایراز گرفته بود. تو هر حرفتم که پایراز هست. تو تا حالا عاشق شدی؟ آره اونم خیلی بدجور. چه حسی داشتی؟ نشد بهش بگم. چرا؟ یکی دیگر میخواست. خب تا حالا کسی ولت کرده؟ نه تجربهشو نداشتم. خیلی سخته اما باید طاقت بیاری. بی خیالای شکل، یه عشقی تموم میشه یکی دیگه شروع میشه. که اینطور؟ ببین پایراز لیاقت تو رو نداشت. اونم زنی مثل تو، زن قوی مثل تو، زن خیلی خوشگلی مثل تو. اما من حتی یه ثانیه هم نمیتونم فراموشش کنم. Thank you.
اینجا چه خبره؟ تو اینجا چه غلطی میکنی؟ پای راست تو دخالت نکن. سب کن ببینم دخالت نکن یعنی چی؟ اینجا خونه منه، اونم مهمون منه. یه لحظه پای راست، تو اشتباه متوجه شدی، ما فقط داشتیم دوستانه حرف میزدیم. دوستانه حرف میزدیم؟ اگه تا حالا ندیده بودم چجوری دوستانه حرف میزنن، باز یه چیزی بغلش کرده بودی. چرا داری چرن میگی؟ چی شد عایشه گل خانم؟ نکنه با اومدنم شب قشنگتون خراب کردم؟ تو کل زندگیمو خراب کردی، نه فقط یه امشبمو. آروم باش پویراز، آروم باش داداش. به من نگو داداش. رابیوف، رابیوف، کجا داری میبریش؟ میریم دوتا برادر با هم درد و دل کنیم، به تو چه؟ باشه مهم نیست، من بیرون منتظرم. پویراز، یه چیزایی هست که تو نمیدونی، این یه کاسه زیر نیم کاسشه. ببین داشتیم از کار حرف میزدیم که تفلک یهو زد زیر گریه، منم خواستم دلداریش بدم. همین، منم میخوام دلداریت بدم، نگران نباش. عایشه گل خانم خوبین؟ اصلی این دیوونه برداشت بردش، اگه بلایی سرش بیاره چی؟ چه بلایی؟ مگه پویراز رو نمیشناسی؟ کتک بزن و به حرفش بیاره. یه زنگ به جنبه پاسپورت بزنم. ببین تو این عکس عایشه گل تازه به دنیا اومده بود. خیلی بانمکه. انگار اینم صدر دیناره؟ آه بله، اینم خدا بیامرز اوناره. پهری خان، بانو خانم اومدن، میخوان شما رو ببینن. آه این وقت شب؟ چیزه، انگار یه خورده هم هست. بگو بیا تو. بفرمایین. آها یواش بیاین، مراقب باشین. ببخشید مزاحم شدم. دخترم تو خوبی؟ ببخشید من حالم خوب نیست. شما چرا میخوای میونه من و صدر دینو به هم بزنی؟ بشین بشین اینجا ببینم. بیا آروم سب کن. امینه برای خانم یه قهوه تلخ درست کن دخترم. همین الان. پویراز، تفلک ناراحت بود، گریه میکرد. تو چرا همش دورو برای عایشه گل میپلکی؟ یعنی چی؟ منظورت چیه؟ ازت یه سوال ساده پرسیدم، تو چرا همش دورو برای عایشه گل میپلکی؟ چون ما توی شرکت کار میکنیم. پس تو خونش چی کار میکردی؟ خودش دعوتم کرد. اگه باور نداری برو از خودش بپرس باید بگه. کار ندارم داداشمی، برادر مرادرم سرم نمیشه. تو چیو داری قایم میکنی ها؟ راستشو بگو، چه ریگی به کفشته؟ یه لحظه ببینم، تو منظورت از این حرفا اینه که بین من و عایشه گل چیزی؟ بین شما چی میتونه باشه؟ چی میتونه باشه؟ پس واسه چی عصبانی؟ ها؟ این عصبانیتت برای چیه؟ ببین پویراز، این دختره کشت مردته، دیوونه وار عاشق توه، ساعتها نشست به خاطرت گریه کرد، باهاش چی کار کردی نمیدونم، ولی خیلی ناراحتش کردی. اینم از امشب شد قوز بالا قوز. تو دخالت نمی کنی، به تو هیچ ربطی نداره، تو از عایشه گل فاصله میگیری، جایی دعوتت کنه نمیری، ازت بخواد بیای نمیای. فهمیدی؟ تو باید از عایشه گل فاصله بگیری. داری بیانصافی میکنی. بیانصافی کدومه؟ نشاط همین الان فلنگو ببند، از عایشه گلم فاصله بگیر. فهمیدی؟ این تازه اولشه نشاط. یکم بهتر شدین؟
نه. ببین دخترم، رابطه تو و پسرم صدرالدین اصلا درست نیست. چرا؟ ما که کاری به کاری کسی نداریم، اصلا کی گفته باید از کسی اجازه بگیریم؟ دخترم دیگه داری عصبانی میکنی یا؟ ببین اولا که یکیشون پسرمه، اون یکی هم جای پسرمه. دوما مگه تو دنیا مرد قحطه ها؟ قحطه؟ سوما شما هر چی میخواین بگین، من یه آدم قدیمیم و به هیچ وجه همچین چیزایی درست نمیدونم. چهارم این قضیه همینجا تموم شد. امین، آه این زنی که اینجا چی کار میکنه؟ ای بابا. ببینین بهری خان، میدونم که این کارمون خوبیت نداره، ولی ما آشنا شدیم و همدیگر رو خیلی دوست داریم. به خدا پسرتونم دوستم داره. میدونم، میدونم که رابطمون خوب نیست، اینم میدونم که خیلی با هم مشکل داریم. بله، مشکلای بزرگی هم داریم. من اومدم که ازتون خواهش کنم درکمون کنین. حاضرم ازتون خواهش کنم. تو با چه روی اومدی اینجا ها؟ سوگل بهتره تو بری تو اتاقت. نه خیر، هیچ جا نمیرم. بابا، زنی که رسمان اومده شوهرم رو ازتون خواستگاری کنه. عزیزم گلوشیرنیم آوردی؟ سوگل، اومدم که فقط با بهری خان حرف بزنم. خواهشون از خونم برا بیرون. کی گفته اینجا خونته که بیرونش میکنی سوگل؟ بابا، این زنی که تا خرتناخ خورده پاشونه اومده اینجا که فقط آبرو ریزی را بندازه. تو رو خدا بهش بگیم پاشه بره. نمیخواستم بهش لب بزنم. به زور بهت خوروندن؟ دخترم اگه نمیخواستی بخوری پس چرا خوردی؟ دقیقا. خب از بیچارگیه. من خیلی تنهام. شما خبر ندارین. تا گفتم یکی رو پیدا کردم، تا گفتم بالاخره دارم خوشبخت میشم، شما اجازه ندادین. خب چی کار کنم؟ درمونم تو شیشه های مشروبه. خب چی کار کنم؟ من به سینانم قول داده بودم که دیگه نمیخورم، ولی چی کار کنم؟ خب دلم طوری شکست که دیگه نتونستم این وضعیت رو تحمل کنم و کنترلم رو از دست دادم. من هرچی میخوام از دست میدم. وای 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 وای، الان گریم میگیره. سوگل یک کلمه دیگه حرف نمیزنی. ولی بابا، موضوع شوهر منه. سوگل بس کن. صدرالدین. بله بابا. بانو خانم اینجاست، میتونی بیای؟ بانو؟ اونجا چه کار میکنه؟ فوراً بیا. باشه بابا. نشاط های عیش گل خانم داشتن حرف می زدن که یه کمیسر پویراز اومد. با هم دیدشون عصبانی شد. الان کجاست؟ نشاط ها برداشت رفت. اصلی تو چرا هیچ کاری نکردی؟ من که نمیتونستم برم بیرون، هم نشاط شک میکرد هم کمیسر پویراز. راست میگی. خدا کنه بلایی سرش نیاره. باید یه راهی پیدا کنیم که پویراز از این کار منصرف کنیم. نمیتونم اجازه بدم دخالت کنه، وگرنه همه چی رو خراب میکنه. پویراز به نشاط شک کرده. چطور؟ نمیدونه. موقع رفتن بهم گفت نشاط یه کاسه زیر نیم کاسه‌شو از این حرفا. ای داد بیداد. آخه مشروب خوردن چی رو حل میکنه؟ هیچی رو حل نمیکنه. پس برای چی این کار رو با خودت میکنی؟ چون ضعیفم. راستش هر بار به خودم میگم که دیگه عمرم بهش لب بزنم، ولی وقتی ناراحت میشم باز میرم سراغش. ببین بهری خان، به رابطت با صدرالدین رضایت نمیده. کم و بیش میشناسمش. من طاقت ندارم یه روزم دور از صدرالدین زندگی کنم. تو رو خدا خواهش میکنم اجازه بدین یه بار دیگه باش حرف بزنم. خیلی خوب، یه سر بهش میزنم. آه.
بانو، بانو، همین الان از این خونه میری بیرون. آبروی خودتو بردی، آبروی ما رو هم میبری. واسه چی نشستی مشروب خوردی بعد اومدی اینجا ها؟ کی خورده؟ دختر جون من خیلی وقت مشروب گذاشتم کنار. یعنی تو فیلم بازی میکردی؟ زنی کی؟ فوش نده عزیزم، خیلی زشته، خون خودتو کثیف نکن. پویراز نباید تو کارمون دخالت کنه آیشه گل. دیگه دیر، ما با تو یه قول و قراری گذاشتیم، اگه نمیخوای بلایی سر پویراز بیاد باید اون از این جریان دور نگه داری، وگرنه میندازمش زندان، دیگه هم نمیتونه در بیاد. قول و قراری که گذاشتیم سر جاشه، دلیلی نداره تو اولین فرصت بزنیم زیرش. در ضمن نمیتونین هر وقت دلتون خواست تهدیدم کنی. باشه، معذرت میخوام، ولی ببین آیشه گل، این قضیه واقعا خیلی مهمه. این آدم باید به دست قانون سپرده بشه. بله سامو. الو عزیزم. چطوری؟ چی کار میکنی؟ خوبم، خبری نیست. تو خونه نشستم دیگه. میخواستم یه سر بهت بزنم. میگم چیزه سامو، من یکم دیگه میخوام بخوابم. خیلی خوابم میاد، نگران نباش، حالم خوبه. خیلی خوب باشه. فقط میخواستم ببینم حالت چطوره. پس میرم خونه کار کنم. کار چیه؟ دیر وقته، تو هم برو یکم استراحت کن. میبوسمت. میبینمت. پس سما هنوزم معتاد کاره. شما از کجا میدونی؟ هاکان هم دوره ایش. فکر میکردم راجبم چیزی نگفته. قضیه خیلی جالب شد. بگذاریم، بهتره به کارمون برسیم. آیشه گل، باید یه راهی پیدا کنی که پویراز رو دور نگه داری. هر کاری بتونم میکنم. شبتون بخیر. وای سوگل خانم، بیدار تو رو خدا، کمکم کن امیده خانم. بارو بیرون از خونم، بارو. سوگل خانم دست از سرش بردارین، مگه نمیبینین مسته؟ یه وقت میفته سرش میخوره جایی. عجبا، داره هنوز فیلم بازی میکنه. سوگل خانم، سوگل خانم، تو رو خود ولش کنی. اینجا چه خبره؟ ای وای، صدرالدین، صدرالدین کمکم کن. ولش کن دیگه. به خدا داره فیلم بازی میکنه، این زن شیطانه، داره نقش بازی میکنه، باور کن. صدرالدین، این زن بهم حمله کرد. میدونم، ازش هر کاری برمیاد. بهت میگم داره نقش بازی میکنه. سوگل خفه شو. زود من از اینجا ببر. باشه بیا. افریته رو ببینم، عجب افریته ایه. این از چیزی فکر میکردم آن دقل باز سر بوده. ولی بانو خانم، تا وقتی من نگفتم این بازی تموم نمیشه. عمرن نشاد، چی کار کردی؟ خوبی؟ خوبم آیشه گل. بلایی سرت آورد؟ میدونی راستش من از پویراز عصبانی نیستم. آخه تفلک واسه از دست دادن خانم با ارزشی مثل تو داره درد میکشه. بره به درک، بهت که آسیبی نرسون. تو واقعا نگران من شدی؟ معلومه. نگران نباش، فقط حرف زدیم، یعنی فقط بهم گفت از تو فاصله بگیرم، همین. این کارو میکنی؟ البته که نه. باشه، خوبه، شب بخیر. شب بخیر آیشه گل. آره. بهری خان. رفتن دخترم؟ بله، آقا صدرالدین بانو خانمو برد. خیلی خوب، باشه. تو چرا با صدرالدین حرف نزدی؟ نخواستم جر باز کنم، مخصوصا سر همچین موضوع مزخرفی. الو بابا، صدرالدین بهم یه چیزی گفت، وقتی فؤاد اینا حرف میزدن شنیده، گفت یه نفر زوم کرده رو آیشه گل. آیشه گل؟ کی؟ نمیدونم کیه بابا،
الان رفتم پیش عایشه گل. نشات اونجا بود. خب بعدش؟ والا نشاتو از خونه کشیدم بیرون. عایشه گلم یکم عصبانی شد. یعنی میگی کسی که دنبالشی ممکنه نشات باشه؟ چرا که نه؟ هرچی باشه برادرمه. به هر حال باید یه دیوونگی ازش سر بزنه. به هیچ وجه شکتو نشون نده. آروم باش. بیگوتارم به آب نزن. پیش عایشه گل بود بابا. اول از این بابت مطمئن شو، بعد حرف میزنیم. باشه، حق با توه. یه راهی برای اثباتش پیدا میکنم. فقط خواستم خبر داشته باشی. کار خوبی کردی. فعلا خداحافظ بابا. میدونی باز چی کار کنی؟ وقتی رفتی خونه نشات اینا رو قشنگ این ورانور جاسازی میکنی، بعدش میریم پاتوق من و میشینیم نگاش میکنیم. بابا اینا چی هن؟ دوربینن پسرم. خب واسه چی هن؟ لازمه دیگه پسرم. برای چی لازمه آخه؟ دختره رو دید میزنیم. راحت شدی؟ راست میگی؟ کدوم دختره رو؟ سینان 20 سالی میپرسی عمه جون؟ این یعنی چی؟ آه آه ولکن بابا گیر داده. در میزنه؟ پسرم نفسم سینان. خب برو در باز کن دیگه. نباشه بچه هنگ کرد بعد. ای خلاش گل لعنتی لعنتی قایمشون کن. چه خبر سینا؟ بابات خونه است؟ آره خاله بیا تو. خوش اومدی عایشه گل. چه خبر؟ ممنون. خیر باشه. باز شما خواهر برادر دنبالی چی هستی؟ دور. خیر باشه. تو چرا اومدی؟ ما یکم تناتون بذاریم. بیا عمه جون بیا. خیلی ممنونم. دسمینا خانوم، بابا کجاست؟ آها، باید ببخشی. قبل از رفتن از شما اجازه نگرفت. واقعا که میبینم که شما به جمع کسایی که به متلک میگن اضافه شدی. رفت بیرون سوگل. آخ، میخواستم باش حرف بزنم. چیزه، این زن سلیت هست. دیشب بهتون دروغ گفت. یه خوردم مس نبود. واقعا که سوگل نمیتونه سر پا وایسه. باور کنی خودش بهم گفت. ولی بانو خانم سال هست که به الکل اعتیاد داره. دقیقا داره از این استفاده میکنه. خیلی خوب سوگل، فهمیدم ازش خوشت نمیاد، ولی دیگه تهمت زدن و اینا واقعا زشته. موافقم. ای بابا عجبا، تو این خونه شدم چوپان دروغگو. هرچی بگم هیچکی باور نمیکنه. فکر میکنی چرا؟ امینه جان این مجله ها رو با خودت ببر عزیزم. چرا مگه نمیخونین؟ همه عاشق اینا. به درد من نمیخوره. عشق ممنوع و این که کدوم مرد متأهل با کی رابطه داره رو دونستن چه فایده ای داره؟ باشه. عشق ممنوع. امینه اون مجله ها رو بده ببینم. نمیدونم دیشب چه فکری کردی ولی فکری نکردم. ببین چیزی نبود که بخوای دعوا را بندازی. من حالم خوب نبود، نشاتم داشت دلداری میداد. باشه عایشه گل، چرا اینا رو به من میگی؟ ما از هم جدا شدیم مگه نه؟ میتونی با هر کی هر کاری دلت میخواد بکنی. اتفاقا برعکس، من باید از تو عذرخواهی کنم چون بی ادبی کردم. ببخشید. صبر کن ببینه. یعنی چی میتونی با هر کی هر کاری دلت میخواد بکنی؟ تو منو چی فرض کردی؟ تو یه زن آزادی عایشه گل. آها، یعنی تو این کارو میکنی؟ خب هرچی باشه، هر دومون آدمای جوان و بالغی هستیم.
حرف دهن تو بفهم، وگرنه قلب تو از جاش میکن. تو خیلی وقته که قلب من از جاش کندی آیشه گل. ملتم بیا بریم. پس من چی میشم؟ پسرم تو هم بمون پیش خاله آیشه گلت، یکم با هم درد و دل میکنین. اگه یه وقت گریش گرفت بغلش میکنی و دلداریش میدی. الهی زلیشی، زشت جلو بچه. بشین ببینم. بگیر بشین. خب تعریف کن بابا چی تو سرشه. من نمیدونم که. خب پیتزا چی سفارش بدیم ها؟ اول میخوان تو خونه امونشا دوربین بذارن، بعدش از خونه امملتن بشینن کاراشو نگاه کنن. از من نشنیده بگیری ها. چه تعمی باشه؟ مخصوص با قاچ زیاد، حرف دیگه ای هم نشنوم. چشم باشه، من رفتم، الان سفارش میدم. آیشه گل چطوری دخترم؟ دلمون برا تنگ شده. ممنون جناب سرهنگ، سرم شلوغ بود. سلام آقا هاکان. شنیدم از وقتی پسر منو ترک کرده بیشتر افتادین سر زبونا. یکم بگو مگو پیش اومده ولی مهم نیست. بعدم میبینم اتون. آقا هاکان، پایراز داره یه کارایی میکنه. اینطور که فهمیدم میخواد بره خونه نشاط دوربین جاسازی کنه. یعنی چی؟ هدفش از این کارا چیه؟ بهتون که گفتم، حالا که شک کرده دیگه ولکن نیست. آیشه گل این همش قراره چوب لای چرخمون بذاره؟ نمیدونم والا، خبر دادم که یه راهی پیدا کنی. باشه خیلی ممنون. من که نفهمیدم تاروخ و پایراز کی با هم توافق کردن. هر کسی یه قیمتی داره. اگه به پایراز فروخته باشدت چی؟ احتمالش وجود نداره. از کجا میدونی؟ دیروز با هم بودیم، اگه چیزی میدونست الان اوضاع فرق میکرد. الو دفتر مجله است؟ آقا اردم شما این؟ سلام جناب اردم، من سوگل عمانم، عروس بحری عمان. بله اگه فرصت داشته باشی میخوام براتون از عشق ممنوع شوهرم بگم. یه خبر عادی نیستا، آبرو ریزی داره و رسوایی. بله میتونه تیتر یک باشه، اصلا خوراکشه. اینجا رو باش، چقدر زیبان در کنار هم، اصلا حرف ندارن. چقدر به هم میاین مگه نه؟ بله خیلی. مشکل اصلیمون اینه که دیگه مواد خام برای تولید قرص نداریم. پایر از اینا قدر یه تریلی مواد رو نابود کردن. خب با آیزربرگ حرف زدم، هوا پسه، از دستمون عصبانیه. میدونی که خودشم مریضه و پول لازمه. امشب با همیم، آخه اونم دعوته، باش حرف میزنم. حسله پایراز جلوی در، زود برو بیرون بجام. چه؟ پایراز داره میاد از در پشتی، برو بیرون زود باش. چه سورپرایز خوبی. وقت داری حرف بزنی؟ البته بفرما تو.
صدرالدین اینجایی؟ دلم نایمد برم. سرت درد میکنه؟ نه، چطور؟ دیشب خیلی خوردی. برات قرص آوردم، محض احتیاط بهتره یه دونشو بخوری. بانو باید حرف بزنیم. حرف بزنیم. ببین بانو، من به درد تو نمیخورم. در واقع من اصلا به درد هیچ زنی نمیخورم. سوگلو که میبینی از خانوادش طرد شده و داغونه. ایپکو بگی زندانه. تو هم که دوباره الکلی شدی. من برای زنایی که دور برم بودن جز بدبختی چیزی نداشتم. چیزی که تو هنوز نفهمیدی اینه که من خود بدبختیم. من باید برم. نرو، بمون. نمیخوام دیگه مشروب بخوری. اگه بمونی نمیخورم. اگه قول بدی بازم میام. قول میدم. خونت قشنگه. ممنون. نقاشی ها میکشی؟ آره. میتونم ببینم؟ هنوز ناقصه، تموم که شد ببین. باشه، ردیفه، ببخشید. قهوه میخوری؟ بعدم نمیاد. باشه، میخوای بیا صحبتمونو تو آشپزخونه ادامه بدی؟ نه بابا، عجله ندارم، منتظر میمونم. باشه، این چیزو ترایو از اینجا بردارم که جلوی دست و پا نباشه. کمک میخوای؟ نه ممنون. لازم نبود بیای. صبر کن بابا، میخوام بدرقت کنم. واقعا لزومی نداشت. دست درد نکنه. چیزه، راستش من دیشب زیادی بهت پریدم، ببخشید. میدونی که عوارض جداییه. آدم بعضی وقت دنبال بهونه است که گیر بده. این چه حرفیه پسر، عیبی نداره. شما فقط دوتا همکارین، بعدش هم تو برادر منی. دقیقا. ببین، اصلا امکان نداره بین من و آیه شکل چیزی باشه. اصلا به هیچ وجه امکان نداره، نمیتونم باشه. ببین اگه بخوای میتونم کلا رابطه‌مو باهاش قطع کنم. نه بابا، نه بابا، چی داری میگی پسر؟ این چه حرفیه؟ نه این حرفو نزن. من به تو اعتماد دارم.
نمیخوام سوء تفاهم بشه. کار خوبی میکنی که اعتماد میکنی. دمت گرم. چیزه، راستش اومدم اینجا از دلت در بیارم. بابت دیشب معذرت خواهی کنم. آیشه گلو به تو میسپارم. اصلا نگران نباش. دمت گرم. سلام، خوش اومدی. مبارک باشه عزیزم. ممنون. بشین، چی میخوری؟ هیچی نمیخوام. اتاقت خیلی قشنگه. ممنون. خب، کار جدید چطور پیش میره؟ ای، بد نیست، دارم عادت میکنم. یعنی سعی میکنم. تو و پویراز هنوز آشتی نکردی؟ اصلا سر اون بحثو باز نکن. آیشه گل، یکم به پویراز زمان بده. زمان بدم؟ من تمام عمرمو به پاش ریختم. دیگه چه وقتی بهش بدم؟ تازه هنوزم ادامه داره. آیشه گل خانم، میشه چند لحظه بیاین؟ باشه، چند دقیقه دیگه میام. برو به کارت برس. اتفاقا منم یه سر باید برم دادسرا. خیر باشه. یه پسر به اسم آکین هست، میخوام آزادش کنم. یه چیزی ازت بپرسم؟ بپرس. تو دانشگاه یه دوستی به اسم هاکان داشتی؟ آره. دوست پسرت بود؟ همچین بگی نگی. خب یه مدت با هم بودیم. چطور؟ هیچی. ممکنه اومده باشه استانبول. آخه فکر کنم چند روز پیش دیدمش. آره عزیزم، انتقالی گرفته. چطور تشخیص دادی اونه؟ عوض نشده، فوری شناختمش. منم همین روزاست که ببینمش. داره تو کار خطرناکی سرک میکشه. مواظب خودت باش. آیشه گل، سالای زیادی گذشته، فراموشم کرده. نگران نباش. امیدوارم. خب دیگه فعلا. این پویراز داره به دست و پامون میپیچه. میدونین که با آیشه گل خانم یه قرارای گذاشتیم. تو این عملیات بهمون کمک میکنه. امیدوارم کمیسر پویراز نفهمه. اگه دهنتون رو ببندین نمیفهمه. گفته باشم اگه چیزی بفهمه از چش شما دوتا میبینم. نگران نباشین جناب باسپورس، ما دهنمون قرصه. پویراز خان تو خونه نشاط دوربین کار گذاشته. باید هرچه سریعتر یه کاری بکنیم. چه ربطی به نشاط داره؟ ساعت خواب، کجای کاری؟ جناب باسپورس معتقدن تولید مواد کار اونه. نه بابا، باید این قضیه رو به گوش نشاط برسونیم، وگرنه مجبوریم بریم تو خونه‌ش و دوربینا رو برداریم که پویراز چیزی نفهمه. نگران نباشین جناب باسپورس، اونش با من. چجوری حلش میکنی؟ خیالتون راحت. باشه، ببینیم و تعریف کنیم. حالم زاخسیه اینو چوب میزنه؟ داشتمون یه ریگی به کفششه. مثلا چی؟ نمیدونم، میخواییم همینو بفهمیم. جون ما یه نگاه بهش بنداز، خیلی آدم مظلومی ها واقعا. که استاد جون، ژن ما خانوادگی خرابه. میگی آخه این چقدر مظلومه، بعد میفهمی طرف قاتل زنجیره‌ایه. نه اصلا هم اینجوری که میگی نی. من یکی فامیلاتونو میشناسم که ژنش صحیح و سالمه. خب آره مغزش هی عیب میکنه و مخش یکی در میون رد میده، ولی خب یک چشایی داره که همونا به همه چی میارزه.
یه وقت لنز نباشه. اتفاقا اصلا ملتم جون من برو با این کامپیوتر چند تا کلیپ ببینیم حوصله‌مون سر رفت. زلی مزخرف نگو بابا، داریم کار میکنیم. آشه بابا نخواستی داره چی کار میکنه؟ طراحی میکنه. چی میکشه؟ داره خر میکشه. چه میدونم، مگه من اونجام که آخه ببینم چه غلطی میکنه. آیشه گل. بله نشد. سلام، زنگ زدم یه سوالی ازت بپرسم. بپرس. راستش امشب پنجمین سالگرد تأسیس یکی از شرکت‌های بزرگ و معروف داروسازی کشوره. منم دعوت کردن. گفتم شاید تو هم با هم بیای. نظرت چیه؟ چیزه، من امشب یه برنامه دیگه دارم. ولی میخوام با آدمای خیلی مهمی آشنات کنم. باشه، پس قبوله. بچه حدودای ساعت 8 میام دنبالت. باشه باشه، میبینمت. آیشه گل دعوت کرد. میگم یه چیزی، بلتم این یارو آویزون آیشه گل خانومه؟ ممکنه تو فکرش باشه، ولی عمرن کور خونده. این دیگه چه جورشه؟ آخه اصلا مگه داریم؟ ما چون دست خواهر رفیقمون رو گرفتیم چند شب نتونستیم بخوابیم. اون وقت این مردی که به دوست دختر داشتش نظر داره. ملتم میزنم یارو رو میترکونم. ای بابا تو هم که همش میخوای یارو رو بزنی یا با کشی فوری. خیلی چیز هست که این یارو باید بهمون بگه. پویراس خبر داره؟ اصلا هیچی بهش نگو اوسا. یه وقت میره مراسمو به هم میریزه، اون وقت خر بیاره باقالی بار کن. چی شده؟ چه خبره؟ کجا رو قرار به هم بریزم؟ هیچی داده بابا، خبری نیست. همینجوری داشتیم حرف می‌زدیم. ها مرتن، چیزی فهمیدی؟ کسی نیومده؟ با کسی حرف نزده؟ نه داداش جون، خبری نیست. احسان خوب گوش کن، انگار این پویراز افتاده دنبال نشاط پسر عادل. نشاط دیگه برای چی؟ من چه میدونم، شاید طرف داره یه کارایی میکنه. من چیزی نمیدونم. شنیدم پویراز تو خونه یه نشاط دوربین کار گذاشته. چه؟ آره گفتم شاید بخوای بدونی. باشه فهمیدم، قطع کن. الو رئیس، خوب گوش کن. تو خونه یه دونه دوربینه، پای راز داره تو رو میپد. به پای یه وقت سوتی ندی. آها که اینتر خیلی خوبه. خودت میتونی قطعش کنی؟ نه من بهترش رو سراغ دارم. چی کار کنی؟ همین الان برات اسمس میکنم، بعدن همه آهنگ میشیم. خب؟ حله. آره قربونت، خواهش میکنم. آها باشه، خیلی لطف کردی. به خانمت سلام منو برسون. خداحافظ. یعنی پشت خط کی بود؟ معلوم نمیشه کی با کی حرف میزنه دادا. نیق نزنیم بابا، طرف که تو 5 دقیقه همه چی رو نمیگه. ثبتش رو بشین. نمیتونم ثبت کنم مرتم، چون دیگه طاقت ندارم. تا وقتی قضیه مواد حل نشه نمیتونم با آیشه گل نزدیک شم، اونم از هم متنفر میشه. باید ترش زودتر اون عوضی که این ماجرا زیر سرش رو پیدا کنم بابا. میگی کار این بی‌شرفه؟ استا این عوضی با فادینا در ارتباطه. عجب، چی شده که اینو میگی؟ هیچی نشده بابا، حسم میگه، حس شیشومم. بعد جور به شک داره، ولی مطمئنم نیست. مطمئن نیستم، فقط حس میکنم. بیا تو. بگو. اگه الان سرت شلوغه بعدم بیام. خیلی وقت ندیدمت.
15 ساله. بهت اجازه ندادم بشینی. اون وقت خیلی جنتلمن بودی آقا هاکان. درسته، تجربه های تلخی داشتم که بهم یاد دادن چجوری با زنها رفتار کنم. فکر کنم یکیشونم من بودم. نه، کلی گفتم. چرا به خودت گرفتی؟ به خودم نگرفتم. اگه اومدی اینجا که راجب تحقیقات مربوط به شما حرف بزنیم، باید یادآوری کنم که این کار جرمه، سما خانم. منم باید یادآوری کنم که به عنوان شاگرد ممتاز فارغ التحصیل شدم هاکان خان. چی میخوای سما؟ یه پسری به اسم فرید که جلو مدرسه ها مواد میفروخته گرفتی. اوه، این روزا پرونده های مواد فروش ها رو به عهده میگیری؟ نه خیر هاکان، به خاطر اون یه بچه بیگناه به اسم آکین تو زندانه. منم میخوام نجاتش بدم. اون پسر فرید باید حرف بزنه. زود باش هاکان، بذار چند تا سوال ازش بپرسم. بذار ببینم، اگه هنوز اینجاست بگم بیارنش. دادا من حسلم سر رفته، یارو همینجوری نشسته آخه. زلفقار تو خونه تنهاست دیگه، میخوای بشکم بزنه غیر بده؟ آها یکی اومد. چه خبره؟ بشین اینجا بینه. چی از جونم میخواین؟ با من چی کار دارین؟ به برو صداتو. چه خبره؟ یه لحظه داداش جون، چی کار دارین میکنین؟ ساعتت خوشگله. یه یادگاری قدیمیه. یادم میاره که تو زندگی از کی و برای چی باید متنفر باشم. بشین اینجا ببینم. این خانم ازت چند تا سوال میپرسه، تو هم مثل بچه آدم جواب میدی. کسی به اسم آکین میشناسی؟ آکین دیگه کیه؟ پسری که الان به خاطر تو زندانه. همچین کسی رو نمیشناسم. میدونم میشناسیش. ببین، کاملا واضحه که آخرش میفتی زندان. تو زندانم که زندگی خیلی سخته. سما، تو دفتر من نمیتونی کسی رو تهدید کنی. تهدیدش نکردم هاکان، بهش یکم اطلاعات دادم. تحت تاثیر حرفاش قرار نگیر، فقط راستشو بگو. گفتم که نمیشناسمش. که اینطور. میدونی که تو زندانم دروغوها رو اصلا دوست ندارن. سما برو بیرون. این بچه داره دروغ میگه هاکان. سما برو بیرون. هوای استانبول بهت نسخته. قبلنا اینقدرام عصبی نبودی. روز بخیر. حرفایی که زدم رو فراموش نکن. من برم؟ بشین سر جات. ببینم تو معامله تارخ و پایرس رو جوش دادی؟ چی داری میگی؟ من با زیر دسته پدرم ارتباطی ندارم. میزنم میکشم اتا. احمق که محکمتر بزن. خوبه همینطوری ادامه بده. پس این پایران تریلیه ما رو چجوری بیدا کرد؟ تریلی کدومه بابا؟ چی داری میگی؟ داداش دارن یارو رو میکشن. دارن طرف رو تا میخوره میزنن. کاش اونجا بودیم لاقل احسان رو میگرفتیم. بچه ها رو بفرستم؟ نه نه، هیچ کس رو نفرست. اگه یکی خالی کنن تو موقعش چی؟ نگران نباش، خالی نمی کنن.
همش نمایشه. چرت نگو داداش، مظلوم گیر آوردن، دارن یارو رو این سگ میزنن. مشکل چی میگه؟ یه بار دیگه غلطی ازت سر بزنه میکشمت. فقط چون پسر عادل خانی میبخشمت. دیگه حق نداری با اون وقتی که پای راز حرف بزنی، فهمیدی یا نه؟ باشه باشه. بفرما، همه چی با چشای خودت دیدی، طرف بیگناهه. آخه از کجا میدونی ملتم؟ جوری چشم خودمون یه گوشمالی اساسی بهش دادا. دوست حق با ملتمه، یارو دیوونه کنی خودشو بفرسته تو کما. ها؟ تاروخ رفت، یکی دیگه باید حمل و نقل رو انجام بده. من یکی رو پیدا میکنم. چند روز وقت داریم؟ اصلا وقت نداریم. باش، اونم با ما. الان با رفقا حرف میزنم. ساعت چند؟ باش. هایزنبرگ میگه فوری جنس میخواد. کی؟ هایزنبرگ، تولید کننده قرصامونه، پروفسور شیمیه، اونم پروفسور تمام. ما مواد خامو بهش میرسونیم، اونم مواد رو درست میکنه و پول نقد رو بهمون برمیگردونه. بعدشم این آدم کارش درسته، نمیدونم چی کار میکنه ولی جنساش درجه یک. من چرا از این قضیه خبر ندارم؟ یواش یواش صدرالدین، امشب یه مراسمی دعوته، محافظ میخواد، گفت کاربلد بفرستی. باشه، ترتیبشو میدیم. کجاست؟ توی یه هتل ساحلی، یه چیزی تو مایه های هتل اوشن بود، نمیدونم. باشه، ردیفش میکنیم. نمیدونم ولی یه حسی به هم میگه این مرتی که خیلی مشکوکه، بهش اعتماد نکن. الو الو پویراز، خبر مهمی دارم. بگو صدرالدین. یکی از که همه قرصای اینا رو درست میکنه، امشب یه مراسمی دعوته. خب کی هست؟ راستش نفهمیدم، بالاخره هایزنبرگ بود یا آیزنبرگ، نمیدونم، فکر کنم خارجیه. خب قرار امشب برن یه هتلی به اسم اوشن، یه مراسم هست، طرف میره اونجا. گرفتن داداش، ولی طرف دقیقاً کیه؟ چند سالشه؟ چه شکلیه؟ هیچی نمیدونم. طرف پروفسور شیمیه، حتما 50-60 سالش میشه. باشه، دمت گرم. ممنون. دنباله خارجی هستیم به اسم هایزنبرگ یا آیزنبرگ، پروفسور شیمیه، یه سرچی بزن. اولا هایزنبرگ نه و هایزنبرگ. چی نوشته؟ فیزیک کوانتوم نوشته، برنده جایزه نوبل. چی نوشته؟ تاریخ مرگ، جلوش هم نوشته سال 1976. خب نوشه دیگه، شک نکن که نوشه دادا. معلومه که خانوادگی جد در جد مرد تحصیل بودن. بوستا مرد تحصیل نه، اهل تحصیل. چرا؟ یعنی مرد اهل تحصیل نیستن؟ خب اگه یه وقت زن باشن چی؟ واسه بگی اهل تحصیل دیگه. آخر از دستش دیوونه میشم، هی ازم غلط میگیره. یه لحظه بس کنین، این مزخرفاتم فعلا بذارین کنار. امشب میریم اون مراسمون، یارو رو یه جوری میدوزیم و با خودمون میاریم. چرا؟ چون آشتی کردنت با عایشه گل به این موضوع بستگی داره. آی باریکلا، قربون دهنتون، بالاخره ملکه ذهنتون شد. ازتون میخوام همین جوری تا آخرش با انگیزه باشین، تا آخرش. خوش اومدین. ممنونه. سلام، خوش اومدی. معرفی میکنم، ناتالی. سلام، خوشبختم. عایشه گل، منم همینطور. نشاط، خوشبختم. چه خبره؟ همه اینجان، نوشیدنی بردارین. ممنون. خب به سلامتی چی؟ به سلامتی چی؟ به سلامتی زیباترین زن امشب، یعنی عایشه گل. به هم بر میخوره ها.
از نظر من مشکلی نداره. بیا بریم برقص. سواشم با این سلیقش واقعا کشته منو. بیا از این طرف. باید بگم که زیباییت نفس آدمو بند میاره. خیلی ممنون. این دیگه چیه؟ آخه اینم شد ساز؟ دادا لاغل یه شیپوری چیزی میدادیم بهم. جون تو تنبکم پایم. آهی چی آخه؟ بابا زولی مرگ من انقدر حرف نزن. تو همه نفهمیدن لاماسبو بذار دهنت. عدای زدن در بیار. زود باش. خیلی باید ببخشید پویراس خان، من اینو نمیذارم تو دهنم چون جامعه هنوز آمادگیشو نداره. انقدر رو اعصاب ما اسکینر اعصاب بیاریز داری غرغر میکنی زولی جون مادر. دو دقیقه دهنتو ببند. بچه ها واقعا دیگه بسه. تاشکافتو هم چشتو واز کن. بابا این هایزنبرگو باید زودتر پیدا کنین. وقت تلف نکنین. زود باشین. داداش میکنم این پتلایی که این پایینم برای چی هم باید فشارشون بدم؟ ببین راستی گاز وسطی هم ترمز. فقط با سرعت مطمئن حرکت کن که تصادف نکنی. آره نمکتون. تاشکافه رو ببین تو رو خدا طوری میزن انگاه شکم ننش این کارو به دنیا آمده. باری کله پسر. چیزی شده؟ میایی برخصیم؟ بیا خیلی کوتاه. اصلا نمیفهمم چیو؟ اینکه تو چی کار میکنی که اینقدر خوشگلی؟ کار خاصی نمیکنم. اتفاقا چیزی که تو رو استثنایی میکنه همینه. الانه که قلب مسعی جان وایسه. ببین خیلی تند میزنه. پویراز که بعد از اون شب مزاحمت نشد؟ نه اومد پیشم معذرت خواهی کرد. جدی؟ چون برادر بزرگشم بخشیدمش. جدا شدنمون حالشو بد کرده. حال منم دوری سخته. درد جدایی یه روز تمام میشه. بعید میدونم. پویراز؟ عایشه گل؟ عایشه گل دیگه اینجا چی کار میکنه؟ اینه که داره باش میرخصه نشاط نی؟ پس نشاط دعوتش کرده همین مراسم. چی شد؟ شما میدونستین؟ خدا چون میدونستیم علمشنگی را میندازی بهت نگفتیم. الان چنان علمشنگی را بندازم که حس کنی دادا. کجا داری میری پسر؟ بیا اینجا. میگم تو پلیلیستت آهنگ ختم و تشییع جنازه پیدا میشه؟ ادامه بده. اینجا چه خبره؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من؟ شغل دوممه دیگه. اوقات فراغتمو با بچه های ارکستر پر میکنم. افتاد؟ تو با عایشه گل اینجا چی کار میکنی؟
امروز در این مورد حرف نزدیم؟ شام کاریه، داریم مثل دوتا دوست میرخصیم. ببین پویراز، اگه اینجا اومدی ما رو به پایی داری اشتباه میکنی. میشه دو دقیقه حرف نزنی؟ ممنون. فقط من با مطرب جماعت نمیرخصم. مطرب؟ من مطرب نیستم، نوازنده موسیقی جزم. آخرین بار که دیدم خوندی تو خط سنتی بودی. چرا اینجایی؟ پیشنهاد خوبی بود، قبول کردم. اوه، میبینم که از وقتی رفتم حسابی اجتماعی شدی. مهمونی میای، میرخصی. من قبل از اینکه بیای یه زندگی داشتم، اونم یه چیزی تو همین مایه ها بود. تو قبل از اومدن من زندگی نداشتی عیشه گل، فقط فکر میکردی داری زندگی میکنی. من میرم. سما خانوم؟ بفرمایین، خودمم. من آکین ساپانجام. آکین؟ از کجا داری زنگ میزنی؟ مشکلی هست؟ نه اصلا، الان آزاد شدم، گفتم فوری زنگ بزنم ازتون تشکر کنم. آزاد شدی؟ چطوری؟ انگار فرید تو بازپرسی گفته که من تو قضیه مواد هیچ نقشی نداشتم. پس بالاخره اعتراف کرد. بله، واقعا ازتون ممنونم سما خانوم، زندگیمو نجات دادین. تو جایی برای موندن داری؟ بله، الان دارم میرم خوابگاه. باشه، چیزی لازم داشتی بهم خبر بده. باشه، رو چشم، بازم ممنونم. خواهش میکنم. چی کار میکنن؟ آرومن، دارم میرخصن. خوبه. اوسا، چرا این مردی که هنوز نیومده؟ چقدر دیگه باید منتظر شیم آخه؟ پسر اگرم بیاد که نمیشناسیش که. اگه قرار نیست بشناسیمش پس اینجا چه غلطی میکنی؟ ملتم، بذار برم دو نفر رو نفله کنم، تو اون کار خیلی استعدادم بیشتره. لازم نکرد اوسا، وایس سر جات. نذاشته مردونگیمون چیزی بمونه. موندم دیگه با چه روی با این دسته اسلحه بگیرم شلیک کنم، آبرومون رفت خدا. هنوزم دنبال نشاطی؟ نه خیر. پس واسه چی اینجایی؟ یه نفر که دلم براش لک زده اینجاست، اومدم اونو ببینم. حالا کی هست؟ نمیتونم اسمشو بگم. خب نشونه هاشو بگو. اگه بخوام به چیزی تشبیهش کنم میگم الماسه. چون سنگ خیلی گرونیه؟ نه، چون سخت‌ترین سنگ روی زمینه، براق‌ترین و جذاب‌ترین چیزه. چیزی که الماسو با ارزش میکنه اینه، واسه همینم انقدر گرونه. پشت اون همه زیبایی یه چیزی داره که برای همه شاخشونه میکشه، هیچ وقت هم کم نمیاره. قدرتی داره که میتونه هرچی دلش به خودو از بین ببره. آقایون یکیتون بره آتیش خاموشگان بیاره، حالانه که همه جا آتیش بگیره. نه بابا، اینا دو دقیقه دیگه باز میفتن به جون هم دیگه.
تاشکاف الهی سیم اون سازت کندشه یه راست بخوره تو فرق سر کچلت. لااقل برن یه اتاق پیدا کنن. پویراز داره فیلم بازی میکنه. ولش کنی سازتونو بزنی. امیدوارم کسی که دنبالشو پیدا کنی. یه روز حتما پیداش میکنم. ببینم مجبوری اینقدر رو اعصاب باشی؟ خب چی کار کنم؟ آدم وقتی خوشتیپه همچین بدک نیست که یه خورده لجدرار باشه. با مزه نبود. داداش اون هاش یارو اومد. از کجا میدونی طرف اینه؟ خب سن سالی ازش گذشته، محافظم داره دیگه. تاشکافا بچه بریم یه چکی بکنیم. من تنهایی اینجا چیکار کنم؟ نگران نباش، تک نوازی ساکسیفونم دارم. چی کار میکنی؟ مردم داداش میریم بگیریمش. کیو بگیری؟ باز داری این چه کلکی سوار میکنی؟ میبینم ات هایشه گل. بایسا هایشه گل نشات کو؟ نمیدونم. فهمیدم، میخوان نشاتو بدزدن. بیشور دست به سرم کرد. ممنونم، زنده باشی. تفریح میزنم دیگه. 15 دقیقه استراحت. نشاط کو؟ من چه میدونم هاشو گل. مزاحم نشو. بهت میگم نشاط کجاست؟ چه میدونم، حتما رفته بیرون هوا بخوره هاشو گل. بانو خانم، این خبر رو دیدی؟ کدوم خبر؟ وای، لعنتی. ازلم زود گوشیمو بیار. بله بانو. صدر دین خبر خوندی؟ نه، چی شده؟ کدوم خبر؟ آخرین دستگال زن آبزیر کاهت داده تو روزنامه ها با تیتر درش بنویسن با هم رابطه داریم و از این حرفا. چه ربطی به سوگل داره؟ چرا نمیفهمی صدر دین؟ حتما کار اونه، داره سعی میکنه انتقام دیشابو بگیره. انتقام چیو آخه؟ صدر دین، این زن عوضی هنوز چشمش دنبال توه، برای جدا کردنمون هر کاری میکنه. باشه، خیلی خوب بانو، فهمیدم کشش نره. بیا اینجا، بیا رو در رو حرف بزنیم.
باشه، اومدم. الو سوگل؟ بله صدرالدین. کجایی ها؟ تو کاخ باکینگهامم عزیزم، داریم با ملکه چای میخوریم. کجا میتونم باشم؟ تو زندونم دیگه، همونی که چپوندیم توش. همین الان یه بهانه جور میکنی، میزنی بیرون، میای پیش من. لازم شد بگو من ازت خواستم بیای. کجا؟ هتلم دیگه. الان؟ بله سوگل، همین الان. بجام زود خودتو برسون اینجا، منتظرتم. مثل اینکه دلش برام تنگ شده. آره دیگه، تا کی میخواد قهر باشه؟ بالاخره قدرم رو دونست. وای حالا چی بپوشم؟